سلام، اینجا دروازه جنوبی دانشگاه کابل است. گفته میشه که امروز قبل از ظهر در داخل دانشگاه کابل تیراندازی شده و تعدادی از محصلین هنوز هم به گروگان است، گروگان گرفته شده، تعداد هم زخمی شده. چند تن از شاهدان عینی را اینجا با خود داریم، ببینیم که چشم دید اونا از این حادثه تلخ امروز در داخل دانشگاه کابل چی است. خدا خود کوتاه معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. محبوب الله خالقی هستم، محصل فانتون کابل در رشته حقوق و علوم سیاسی. بله بسیار خوب برادر. امروز آنچه که در دانشگاه اتفاق افتاد و شما شخصا دیدین چی بود؟ واقعیت بر ما خیلی یک نگران کننده بود. محصلین رویه محصلین خیلی زدن، خراب کردن، دشمنان حمله کرده بودن، بسیاری از محصلین زخمی ساختن. ما دمو اسنا همونجا بودم، خدا الحمدلله کشیدم در پشت یک درخت، خدا فوت کردم، پنهان کردم، اما دمو ساحه خودم بودم. دیگه بسیاری از محصلینی که زخمی شده بودن اونا را هم کشیدم از ساحه چیز جنگ. بله، فقط تیراندازی بود یا شما صدای انفجار را هم شنیدین؟ نه خیر، صدای انفجار را نشنیدم ولی تیراندازی بود. بله، تعداد افراد مسلح که اونجا تیراندازی میکردند، تعداد مهاجمین به چی تعداد بود شما آمار دارین؟ متاسفانه ما چهره دشمنایی که داخل پانتون تیر شده بودن ندیدم. بله، اما الحمدلله سربازای ما ماهرانه عمل کردن، در مقابلشان ایستادگی کردن. دشمنا را متاسفانه ندیدم. بچه تعداد زخمی ها را شما باشم خود دیدین؟ آیا کسی تقریبا کشته شده باشه هم شما دیدین؟ دوستی زخمی را شخصا خودم انتقال دادم پشت لیلیه. بله، دیگه زخمی ها را ندیدم. یکی از قسمت بازو خورده بود، یکی از قسمت سینه خورده بود. بله، دیگه یکی دوستی تا بانوان از قسمت از لحاظ روحی هم خراب بود، از پا هم خورده بود. بله، تعداد کم بود. کسایی را که البته من بردم از ساحه انتقال دادم. فعلا هم ما گفته میشه که تعداد از دانشجویان به گرو گرفته شده، گروگان گیری شده در داخل دانشگاه. شما در این مورد چیز اطلاع دارین؟ دقیق در اون مورد معلومات ندارم، چون ما در سنه جنگ در دروازه بودم، دروازه شمالی طرف در فانتون طبی بود، من اونجا بودم. ما خود کشیدم از ساحه و کسایی که مثلا در گرگان از اونا را ندیدم متاسفانه، خبر ندارم از اونا دقیق. بله، دقیقا در کدام قسمت دانشگاه تیراندازی شده بود؟ روبروی پانزده حقوق علوم سیاسی، دروازه شمالی. بله، یعنی طرف فانتون طبی، دروازه. بله، شمالی بود. گفته میشه که امروز قرار بوده کدام نمایشگاه کتاب در داخل دانشگاه برگزار شود، شما در این مورد اطلاعات دارین؟ ما از نمایشگاه کتاب خبر دارم، اما نمایشگاه کتاب از سوی کدام نهاد بوده؟ از گفته میشه که تعداد از طرف نهادهای ایرانی در داخل دانشگاه کابل امروز قرار بوده که نمایشگاه کتاب برگزار شود. از اون مورد دقیق معلومات ندارم ولی اطلاعیه هایشان زده بودن. بله، خب پیامتان گفتنی اگر داشته باشین ما در خدمتیم. واقعیت پیام ما همی است، ما مردم افغانستان خیلی خسته شدیم از جنگ، بسیار خسته شدیم از جنگ، بیاین به صلح برسن، از این جنگ هیچ چیز جور نمیشه. تا چی وقت ما در به در باشیم، چی وقت خاک به سر باشیم؟ تقریبا 40 سال از جنگ از دهی وطن. ما که محصلینش با روحیه، یعنی روحیه ما را ضعیف میکنن، ما یعنی محصلینی که آینده کشور، سرمایه کشور هستن، روحیه ایشان زده شد و چگونه درس بخونن؟ شخصا من خودم خیلی خسته شدم. امروز اتفاق چقدر تأثیر منفی بالای روحیه شما گذاشت؟ نه تقریبا دو ساعت است. یک و نیم هزار محصل از پشت دیوار لیلیه کشیدم، رای خروجی برای محصلی نبود که از پانتون خدا بیرون بکنه. من رفتم سر دیوار بالا شدم، کتارها را میده کردم، راه را برای محصلین باز کردم که خودشان را بکشن. اما واقعیت روحیه محصلین خیلی خراب بود، حتی بسیاری ها زوب کرده بود. من شخصا خودم از دستش گرفته بالا کرده بردم از پانتون بیرون کردم. یعنی شخصا ما محصلین خیلی خسته شدیم، بیاین جنگ را بحث کنن، بیاین دست همدیگر را بگیرن، صلح صمیمیت بین خود ایجاد کنن. اگر میخواییم که ما یک افغانستان
آباد، یک افغانستان سربلند داشته باشیم، باید اتفاق اتحاد باشیم. پیام ما به بزرگای کشور همی است، بیاین همدیگر پذیر باشن، از تعصب چیزی جور نمیشه. تشکر از شما. درباره فرزندان خود فکر کنه، واقعیت خیلی خسته شدیم، خداوند خودش هدایت کنه، خداوند صلح سرتاسری را نصیب ملت بکنه. تشکر میکنم، تشکر از شما، زنده باشید. دور کپا کنه، خدا ایدون کنه، اگر نمیتونه پاچویی را ایلا کنین، اگر میتونه خود پاچویی کنین. در خود شهر کابل نه امنیت است، نه قراری است، نه دیگه است، نه دیگه است، نه دیگه است. پشت سرشان چل دانه موتر میده و راه را بند میکنه که موتر دانش صاحب است، از امرالای سالسی، از کیس و از کیس. رئیس جمهوری مملکت که تو از خود ریاست جمهوری تا خیمه لوی اجرگه پیاده رفته نمیتونید هوایی میایید. در وقت کمپاین تم میگفتی که برادری را کرزای در جرگه چی لوی خیمه جرگه دا تیاره میره، تو خود جناب خودت هم میری، اولادای تا نیست، دوستای تا نیست، اقارب تا نیست. قسم به خدا که دمی کره زمین بگر 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 از این که دولت خائن مستبد بی‌کفایت. ما میگفتیم که خلق و پرچم تو راست، مجاهدین تو راست، مگر امی سکشویا، این سکشویا چی مرقت نکنین، این سکشویا، این دیناموسا وطن گرفت و کندوالا تبدیل کرد. با قطر و دوام نفر روان کرده که برادر آیت صلح و آیت مذاکره کلگی مردم روان کرده. امی بچه دوستم لیاقت آیت داره، از امی عطا محمد داره، امی نادر نادرین تو کمیسیون انتخابات رئیس شستی، از اصلاحاتی داری تو داری، امی عبدالرحیم رحیمی، عبدالسلام رحیمی که اسیره تو خور خور بچه ها روان کرده در قطر رو در چی. اگه از امی ملا امی طالب که اگه از امی بچه دوستم پرسان کنه، از عطا پرسان کنه، از نادری پرسان کنه که تو بخوان نماز تا بخوان پای وقت، بگی نماز جناب زر بخوان، بگی نماز روز جمعه را بخوان، بگی بیادر قل هو الله احد تو ماناکو سبحانک اللهم ماناک الحمد ماناکو بلیاز خدا بلیاز خدا. ما می مردم کابل بیچار مردم بی غیرت هستن، اگه بی غیرت نباشه ما خود من قلب من سپرنگ داره و در پروستات ما عملیات کردیم، مفصلای زانو را ما عملیات کردیم و در یه طوری اقالت قرار دارم و ما سم از مامورین سابق، از امو مردم هستم، از امو خدا راستیدم اقاطه که یک روز مورد نمی بردیم. مردم کابل میگفت که برادر نجیب گو نمیتونه و کشمند چی نمیتونه و فضلق خالقیار نمیتونه، شما چی کردین؟ و بلی از خدا او اخی یک روز بود یال 84 دنه و روز این ملک برامده، این ملک اشغال است، این ملک اشغال است، این ملک اشغال است. بخیلی همه طور که چیزی که گفتی من میرم کم بگوین. خدا ابتدا میشه خود کوتاه معرفی کنین. با نام یاد خدا شعبان رفعت، خبرنگار پانتونی کابل است. بله آقای رفعت، آنچه را که شما تا حال دریافتین اطلاعات در مورد اتفاق امروز را میشه برای ما بیان کنین؟ امروز افتتاح یک نمایشگاه در روزه کتاب مشترکان بین افغانستان و ایران در پانتونی کابل بود. محفل افتتاحیه این نمایشگاه در تالار هنرهای زیبا در جریان بود که متاسفانه در جریان همین محفل صدای فیر شنیده شد. کسایی در محفل حضور داشتن یکی یکی از تالار بیرون شدن. وقتی بیرون شدیم مسئولین امنیتی برای ما اطلاع دادن که احتمالاً مهاجمین انتحاری وارد پانتونی کابل شده از دروازه شمالی، و وقتی گزارش نسبتاً دقیق‌تر گرفتیم تعداد از مهاجمین انتحاری که تا هنوز تعداد 5 تن تثبیت شده وارد پانتونی کابل شده از دروازه شمالی و در نزدیکترین موقعیت دروازه شمالی ساختمان مرکز ملی آموزش حقوقی قرار داره. این مهاجمین وارد این مرکز میشه و از اینجا با درگیری با پلیس ادامه میدن و یا احتمالاً با درگیری و با فایر و با حمله از دروازه شمالی پانتونی کابل وارد شده. ساعت 9:40 دقیقه حمله آغاز یافته بود و تا فعلاً ساعت حدود 1 یا 1.5 است هم این حمله جریان داره، زد و خورد جریان داره. هرچند نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی از ارگان‌های مختلف امنیتی، پلیس ملی و اردو ملی و انتقاطی خاص اینجا حضور یافته، گزمه های هوایی هم شما میبینید که جریان داره. بله. در جریان است، اما به نظر میرسه که تا هنوز ساعت زیر تهدید است. بله. احتمال از این وجود داره که تعداد از محصلان در صنوف و یا در لیلی پانتونی کابل به گروگان گرفته باشه. بله. ما امیدوار به این هستیم که تلفات هرچی کمتر باشه، زخمی کمتر باشه و با امیدی که نیروهای امنیتی موفق شون و این قایله را به زودترین فرصت ختم کنند. تعداد آمار تلفات برای شما تا حال چقدر
رسیده. آمار دقیق تلفات متاسفانه تا فعلا به دلیل عدم اجازه حضور در صحه برای ما معلوم نیست، اما تصاویر و گزارش های رسیده به صفات اجتماعی و بارگزاری شده به صفات اجتماعی از سوی تعداد از محصولا و کسایی که حاضر بودند در صحه نشانگر از این است که تلفات و زخمی داریم، اما این که چه تعداد تا هنوز دقیق معلوم نیست. جزئیات بیشتر از این را احتمالاً تا لحظات بعد دریافت خواهد کرد. بله. خب اگر ناگفته پیش شما مانده باشه و ما سوال نکرده باشم، معلومات یا پیام ما در خدمت هست. تشکر میکنم. متاسفانه جنگ‌های نیابتی در کشورهای گوناگون جریان دارد و امروز احتمال از این وجود دارد که برگزاری نمایشگاه مشترک فرهنگی کتاب میان ایران و افغانستان که با حضور ناشران افغانستانی و ایرانی در اینجا قرار بود برگزار شود و برای 10 روز ادامه داشته باشه، بله. احتمال از این وجود داره که این مسائل تاثیرگذار بوده باشه در این حمله انتحاری، بله. اما دقیق گفته نمیتونیم از سوی چی کسی و مسئولیتش با چی گروه خواهد باشه. بله. تشکر میکنم. تشکر از شما. دوستان عزیز، من یکی از دانشجویان اداره عامه و پالیسی را دیدم، با چشمای خود دیدم که در یک حالت بسیار ناگوار قرار داشت. دقیقاً حمله مسلحانه بالای صنف از ما صورت گرفته بود. من متاسفانه نتونستم از او ویدیو بگیرم چون وضعیت روحی و روانیش واقعا خراب بود، تمام لباسایش پر از خون بود، چون زخمی ها را انتقال داده بودن و یک تعداد از همسنفه هایش شهید شده بودن. طبق آمار که او بر ما گفت، متاسفانه تعداد شهدا و تعداد زخمی ها بسیار زیاد است. مصطفی یکی از دانشجوی های اداره عامه و پالیسی است. مصطفی بر ما گفت که قبل از ظهر حوالی ساعتی 10:30 یا 11 بوده که یک صدای فایر شنیده. یک دقیقه هم تیر نمیشه که مهاجم مسلح در منزل دوم دانشکده حقوق بوده، در منزل دوم خود میرسانه و در یک گوشه از منزل دوم که صنف مصطفی قرار داشته، یکی از مهاجمین مسلح خود میرسانه و متاسفانه به صورت مستقیم بالای استادی که در صنف از اینا بوده و تعداد زیادی از همصنفه های مصطفی به صورت مستقیم شلیک میکنه، فایر میکنه. تعداد زیادی از همصنفه های مصطفی همونجا شهید میشه در جا و تعدادش زخمی میشه به صورت بسیار شدید. مصطفی که در گوشه آخر صنف نشسته بوده خود در زیر چوکی میندازه و خوشبختانه جان سالم به در میبره. مصطفی قصه کرد، گفت یکی از همصنفه هایش، یک دختر که در کنار مصطفی ایستاده بوده، دقیقا در سرش مرمی میخوره و متاسفانه یک حادثه بسیار دلخراش که من حتی گفتن نمیتونم، اما مغز سرش حتی باد میشه و خودش میفته بالای مصطفی و تعداد زیادی از همصنفه هایش هم همون قسم شهید میشن و زخمی میشن. خب متاسفانه وضعیت دانشگاه بسیار خراب بود و آمار شهدا و زخمی ها بسیار بالا است. گروگانگیری صورت گرفته بود. تا آخر از جزئیات آخر و آمار دقیق تلفات حمله مسلحانه امروز بر دانشگاه کابل هنوز معلومات دقیق بر ما نرسیده، ولی آنچه را که مصطفی گفت حدود 100 الی 150 نفر شاید شهید و زخمی شده باشند و این آمار واقعا سنگین است و احتمال دارد که بیشتر از او. یا آمار دقیق نیست چون مصطفی حالت روحی و روانی خوب نداشت، من نتونستم ازش ویدیو بگیرم، ولی آنچه را که مصطفی برای ما گفت من در این ویدیو همراه شما شریک میکنم. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. در صورت که اخبار تازه و دقیق به دست ما قرار بگیره، ما حتما همراه شما شریک میکنیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودین. در پناه حق باشین.